با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و برنامه امروز راجع به ایشان خواهد بود، هواپیمای رپتور F-22. از صبح تا دو بار این ویدیو رو ضبط کردم و بار دوم که ضبط کردم یه دفعه آخرش به این نتیجه رسیدم که آقا من کلاه F-22 دارم، چرا کلاه رو سرم نمیذارم؟ حالا ویدیو یه ذره با کیفیت تر بشه. بنابراین برای بار سوم دارم ضبط میکنم. هواپیمای F-22 هواپیمای نسل پنجمه. این نسل های تعاریفی داره بین امریکا و شوروی از 1990 شروع کردن که خب کدوم ها ما کدوم نسل، قبل از اون همچی تعریفی وجود نداشت. شما سال مثلا 1989 میمدید میپرسیدید مثلا هواپیمای فانتوم نسل چندومه، کسی نمیدونست چندومه. با این تعاریف من در آوردی باید بگم که حالا میتونیم همه رو تعریف کنیم. مثلا نسل اول میشه اولین هواپیمای جدی که ساخته شده، مستر اشمیت 262 آلمانی‌ها در جنگ جهانی دوم ساختن، ولی دیر ساختن، نتونست اونطور به نفعشون بشه. پس اون اگه بگیریم نسل اول، نسل دوم چی میشه؟ هواپیمایی مثلا میگه 21، مثل F5 میشن نسل دوم. نسل سوم میشه هواپیمای فانتوم، هواپیمای بسیار قابلی بود و هست، هنوزم خیلی جا داره خدمت میکنه. نسل F4 میشه چند؟ میشه چه هواپیمایی؟ میشه مثلا F14، F15، F16، سوخوی 27، اینا هواپیمای نسل 4. نسل 5 دیگه رفتن تو مایه رادار گریز بودن، اول F22 بعد هواپیمای دیگه، الان F35 هم رادار گریزه، SU57 روس هم رادار گریزه، J20 چینی هم و همین ترتیب. پس الان ما در نسل 5 داریم، حالا داریم به نسل 6 یا اصلا 7 فکر میکنیم. دوستانی از من پرسیدن من چی فکر میکنم. من متخصص مسائل نظامی نیستم، ولی با عقل ناقصم میتونم بگم که نسل 6 هواپیما باید به سمت هواپیمای بدون سرنشین بره، برای اینکه دیگه این مانورایی که این هواپیما میکنن، هواپیمایی مثل F-22 که عقبشون این کانال خروجی هوای عقب رو مثلا اگر کاناله باشه میتونه اینجوری کنه، اینجوری کنه، اینجوری کنه، سر بالا کنه، یعنی گازو میتونه با جهات های مختلف بده بیرون که کمک کنه به مسئله دور زدنش یا لوپ زدنش. بنابراین میتونه خیلی مانورای عجیب غریب انجام بده و الان دیگه هم مال روسا اینو داره، هم مال چینیا اینو داره و دیگه داره از حد بشر خارج میشه. بعدم قبلا صحبت کردیم، گفتم خلبان خوب خلبانی است که بالای 1000 ساعت روی اون مدلی که پرواز میکنه، نه از روز اول. روز اول که قول 200 ساعت باید پرواز کنه تا به یه جایی برسه، یه گواهینامه‌ای بگیره، ولی 1000 ساعت به نظر من فقط تو اون پروازی هواپیمایی که میخواد باش جنگ بره. بنابراین 1000 ساعت پرواز سوخو 57 برای روسا که از این هواپیما تعداد کمی ساختن و بعدم پولش ندارن بسازن، بعدم پول ندارن خلبانش آموزش بدن، عملا یک چیز غیر ممکن میشه و امریکا با فاصله زیاد میتونه از بقیه برنده بشه، چون با پول مالیاتی که از ماها میگیره هر روز این هواپیما دارن تمرین میکنن. مثلا براشون مهم نیست پول و اینا، مثلا مسئله نیست، تمرین میکنن، تمرین میکنن، تمرین میکنن، اون روز که جنگ بشه این از همه آماده تر هستن. حالا خود F-22 چجوری هواپیمایه؟ F-22 تا از 2005 وارد خدمت نیروی هوایی شد. F-35 هم توسط همون کارخونه لاکید مارتین از 2015 وارد خدمت شد. F-35 در واقع یه مقدار سرعت کمتر و عملیات کمتر، عملیات هوایی کمتر، ولی به جاش میتونه عملیات زمینی انجام بده، بمب هم بندازه، موشک هم به زمین بندازه. اینا کارهاییست که F-22 توش یه مقدار محدودتره و بیشتر برای جنگ برتری هوایی ساخته شده. سرعت F-22 2.25 سرعت صوته، F-35 1.5 برابر سرعت صوته و جالبی که هر دوشون بدون پس‌سوز یا afterburner میتونن سرعت مافوق صوت برن. معمولا قدیما رسم بود که هر هواپیمایی میخواست مافوق صوت بره باید پس‌سوزش رو روشن میکرد، مصرفش خیلی میرفت بالا ولی میتونست از سرعت صوت عبور کنه. الان این دو تا هواپیما طوری ساخته شدن که بدون پس‌سوز میتونن از این سرعت
عبور کنن، بنابراین این خودش یک مزیت. F-35 سه مدل A و B و C ساخته شده، یکیش مال عمود پرواز از رانوی کوتاه پرواز میکنه ولی نشستنش میتونه عمودی باشه، یکی برای کشتی ساخته شده، یکی برای ناو هواپیمار ساخته شده، یکی برای نیرو هوایی ساخته شده. البته هر وقت که شما میایید یه کاری بکنید که یه چیزی همه کار انجام بده، هیچ وقت بهترین در هیچ کدوم رشته ها نمیشه. مثل که بخواید یه ماشینی بسازید که هم لوکس باشه، هم شتاب داشته باشه، هم 7 نفر سوار کنه. البته که تسلا اومد تمام این مفاهیم رو ثابت کرد که نه، من ماشین 7 نفره، همین مدل S 7 نفره است، شتابش هم همه رو میتونه بزنه، قیمتش هم از همه کمتره، نگهداریش هم از همه کمتره. گفتم نگهداری رو بگم، در هواپیماها، هواپیما جنگی، مبحث نگهداری خیلی مهمه. حالا مثال بزنم، فرض کنید یه هواپیمایی دارید که هواپیما معمولا هواپیمای کوچیک هر 100 ساعت باید سرویس بشن، هواپیمای سسنو فایبر. حالا با مثال اونا بریم، فرض کنید که هواپیما باید 100 ساعت یه بار سرویس بشن، ولی مثلا یکیشون 10 ساعت وقت می‌بره سرویسش، یکی چون همه چیزو آسون ساخته و فیلترها دم دستن اینا 5 ساعت طول می‌کشه. خب اونی که 5 ساعت طول می‌کشه یعنی هر 100 ساعت 5 ساعت می‌خوابه، اون یکی هر 100 ساعت 10 ساعت می‌خوابه. اویلیبیلیتی یکیشون مثلا میشه 95%، یکی میشه 90%، و این باعث میشه که این در تصمیم اونا که باید تصمیم بگیرن اثر میذاره. من یه مدت یادم میگه توی یکی از شرکت‌های کار میکردیم، کامپیوتری میخواستیم به وزارت دفاع بفروشیم که به ما گفت بودن سیستم اویلیبیلیتی شو محاسبه کنید، که تو شرکت ما اصلا هیچ کس نمی‌دونست چی هست. اومدن سراغ من که آقا اینو محاسبه کنم، محاسبه کردیم و عددهای ما بدرک نبود و خیلی برشون قابل قبول بود. و این به هر حال این سیستم اویلیبیلیتی، البته اسم نیرو هواییش یه چیز دیگه است الان یادم نیست، ولی مفهومش همینه. این سیستم اویلیبیلیتی F-35 بیشتر از هواپیمای F-22. یه چیز دیگه که تو این هواپیمای جنگی خیلی مهمه، نسبت قدرت موتور به نسبت وزن هواپیماست. در هواپیمای F-22 قدرت موتور خیلی بالاست، وزن هواپیما حالا هرچی هست تقریبا به عدد 85% میرسید نسبت وزن برای کشش، یعنی هر پوند کشش باید مثلا 85% پوند وزن رو هم بکنه. در هواپیمای F-35 این عدد تقریبا نیمه. خب این نشون میده کدومشون میتونه عمودی بره بالا، کدومش اینجوری باید بره بالا. F-22 در این قسمت برنده میشه، ولی گفتم زیاد گول این اسپسیفیکیشن ها رو نخورید که این شتابش اینه. این هم مثل ماشین نیست، ماشین در یک جای دو بعدی داره حرکت میکنه، یه مقدار مقایسه دوتا ماشین حتی رو کاغذ پیش پیش میشه گفت کدومشون میبره. توی هواپیما اون خلبانه حرف اول میزنه، اینه که هرچی هم هواپیما خوب باشه بد باشه، یه خلبان خوب میتونه داستان رو کاملا برش عوض بکنه. برد جنگی هر دو هواپیما 600 ناتیکال مایل، البته مال F-35 590، ولی یه 10 ناتیکال مایل میشه 18 کیلومتر، خیلی فرقی نمیکنه، و حدود 1000 کیلومتر یعنی برد جنگی، یعنی میتونه بره و برگرده. ولی اینا اگه بخوان فقط یه جا برن که از نقطه الف برن به ب، میتونن با سرعت کمتری برن و داستان رو زیادش بکنن، ولی به هر صورت هر دوشون حد پروازشون 8 ساعته، یعنی هرچی هم باشه دیگه 8 ساعت بیشتر نمیتونه باشه. گمانم که این منظور اینه که با سوختگیری هوا به هوا هم نمیتونه، مجاز نیست، مثلا شاید یه سرویسی باید انجام بشه. بعضی هواپیما قطعاتی دارن که باید تومتون عوض بشه، بعید نیست که همچین چیزی باشه. این از این. راجب نسل شیشم دیگه نمیدونم، چون باره سوم ویدیو رو ضبط میکنم نمیدونم چی گفتم چی رو نگفتم. دوستانی که ازم پرسیده بودن قبلا به نظر من نسل شیشم چیه، هنوز تعریف نشده درست، من نظرم رو گفتم. من یه متخصص هواپیمای نظامی نیستم به هیچ وجه، ولی اون چیزی که دارم میبینم این جنگ پهپادها و فلان، نظرم میره به این سمتی که نسل شیشم دیگه هواپیمای بدون سرنشین خواهد بود.
و چون به خلبان خیلی گرون تموم میشه آموزش، فکر کنیدم 1000 ساعتی بهتون گفتم، یه کسی بود میگفتش که هواپیمای F-35 ساعتی 30,000 دلار پول تعمیر نگهداری شونه. خب اگه 30,000 دلار باشه، خلبانی که باید 1,000 ساعت باش پرواز کنه، یعنی چقدر؟ 1,000 ضرب در 30,000 میشه 30,000,000 دلار. درست میگم؟ 30,000,000 دلار پول 1,000 ساعت خلبان. خب این خلبان سقوط کنه، حالا خودش گرفته چی، 30,000,000 دلار باد هوا میشه، هواپیما بین 80 تا 120,000,000 دلار باد هوا میشه. بسیاری از قیمت هواپیما بابت داشتن خلبانه، وسایل ایمنی که با تو هواپیما باشه، تمام این درجاتی که هست برای خلبان گذاشته شده، وگرنه با تلمتری میتونن از زمین تمام اطلاعاتو بگیرن. بنابراین وقتی هواپیما رو شما بی سرنشین بکنید و خلبان از توی اتاقکی بتونه اینا رو کنترل کنه، داستان کلا عوض میشه، هواپیما سبک‌تر میشن، بردشون، کشششون، سرعتشون، همه چی بیشتر میشه. بعدم اگه سقوط بکنه ممکن مثلا 40-50 میلیون دلار خرج رو دست دولت بذاره، نه 120-150 در این حدود میلیون دلار. بنابراین خیلی منطقیه که هواپیما دیگه هرچی بیشتر کردن دیگه من فقط ملق نمیزنن. اینه که ملق هم میزنن با این وکتور تراستینگ، ملق هم میزنن هواپیما دیگه. از اینجا بعد به نظر من باید برن رو هواپیمای بدون سرنشین و پهپاد، و که پهپاد انگلیسیش میشه درون. درون هم معنیش بکنم زنبور، یه نوع زنبوره، نه زنبور اصلا، زنبور مرد. دیگه من فکر کنم اون چه که میدونستم بهتون گفتم، و باز هم گول اسم هواپیما و F-22 هم SU-57 رو میزنه یا SU-57 یه ذره سرعتش بیشتره یه ذره فلان، نخورید. آخر خط خلبانه که فرق مسئله روشن میکنه و بس، هیچی دیگه نیست. خوب و خوش باشید. این رو هم اضافه کنم که از این هواپیمای F-22 195 تا حالا ساخته شده و حالا اسمش هست که هواپیمای برتری هوایی، ولی میتونه بمب هم حمل کنه. ولی هدف ساختنش برای بمب نبوده، ولی بمب هم میتونه حمل کنه. یک دونه بی یا اون جای بمب در زیرش هست که دو قسمت، در هر قسمت دو تا موشک میتونه حمل کنه و دو تا بی هم در بغلای بدنه داره که تو اونجا معمولا فلر حمل کنه. فلر اون چیزیست که موقع که مورد حمله قرار میگیرن میریزن یه چیز آتیشه که میاد بیرون، گوله های آتیشیه که موشک های دیگر که جذب حرارت میشن جذب خودشون میکنه که به هواپیما نخورن. ولی جالبش اینه که این هواپیمای مثل F-22 اگه بخوان موشکی، بمبی، چیزی رو در خارج از بدن حمل کنن، دیگه اون هدف دیده نشدن و نامری بودن و رادار گریز بودنشون از بین میره، چون اون موشکی که بیرون داره هم میشه اون تو رادار دیده میشه. و کاری که این هواپیما میکنه در کمتر از 1 ثانیه در بمبش باز میشه یا در جایی که موشک ها هستن موشک رو میندازه بیرون، بعد دوباره در بسته میشه. یعنی یک زمان خیلی کوتاه ممکنه این هواپیما بتونه یه جوری یه جاهایش دیده بشه. از این نظر خیلی خوبه. تعداد موشک ها و اون چیزاش انقدر پیچیده و زیاده که من ترجیح میدم شما به یک کانال دیگه برید نگاه کنید به نام دلتا پی، یا انگلیسی شده میشه دلتا پای. یکی از جوانان وطن هستن، بسیار قشنگ من برنامه‌شون رو از نگاه میکنم. این در مورد این جزئیات اسلحه ها اینا توضیحات خیلی خوبی میدن و ما در ضمن باید این برنامه های یوتیوب و غیره یاد بگیریم که از بقیه دوستان هموطن ایرانی تعریف هم بکنیم، فقط نقد بکنیم آقا این چرا اینو گفت، اون چرا اونو گفت. اینه که میخواستم بگم اینم برنامه خیلی جالبی برای از هواپیمای نظامی، ایشون برنامه هاشون خیلی قشنگ و خیلی مفصله. خوب و خوش باشید.